شما قرآن رو ببینید در سوره توبه آیه 105 خدا متعال میفرماید که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، مردم برید اعمالتون رو انجام بدید خوب یا بد، اما بدونید که شاهد دارید، ناظر دارید، یه کسایی دارن کاملا میبیننتون که در رأسشون بالاترین وجود عالم وجود خود خدا متعال و بعد و رسوله والمؤمنون، رسول هم میبینه اعمال شما رو، مؤمنین هم میبینن. کسی نگه که این آیه فقط مال عالم دنیاست، نه قیدی نداره تو آیه که مال عالم دنیاست، به علاوه به فرض آیه مال عالم دنیا رو داره میگه، خب در کسی که تو عالم دنیا این اشراف رو داره بعد از مرگ که به طریق اولا اشرافش بیشتر میشه، چون اونجا از عالم دنیا بالاتر و برتر و کاملتره، دست بازتر میشه، اشراف بیشتر میشه. همینجور هم هست در جلد یک حصول کافی روایت بسیار زیبایی است که امام صادق علیه السلام به بعضی از اصحابش فرمود که چرا رسول خدا رو ناراحت میکنید؟ اصحاب یه مرتبه گفتن که آقا ما چیکار کردیم رسول خدا رو برای چه ناراحت بکنیم؟ حضرت فرمودن شما یه کارایی میکنید که رسول خدا میبینه. ببینید امام صادق داره میگه رسول خدا از دنیا رفته بود، فرمود شما کارهایی میکنید که رسول خدا میبینه و به واسطه اون اعمال شما ناراحت میشه. فلا تسوء رسول الله و سر روح، او رو ناراحت نکنید، خوشحالش بکنید. یک کسی اومد خدمت امام رضا علیه السلام عرض کرد که آقا برای من دعا کنید، برای خانواده‌ام دعا بکنید. امام رضا علیه السلام فرمود اولش تو افعل، من این کارو نمی‌کنم، من برای شما دعا می‌کنم. شما به خدا قسم اعمالتون صبح و شب بر ما عرضه میشه و ما اطلاع بر اعمال و کارهای شما داریم، اطلاع بر نیازهای شما داریم. این شخص یه مقداری برایش سنگین اومد این حرف امام رضا علیه السلام، یعنی امام علیه السلام اینجوری شاهد بر اعماله. حالا ما انشاءالله تو بحث قیامت یکی از مباحثش اگر عمری باقی بود و توفیقی بحث شاهدان اعمال که گواهی میدن روز قیامت، اینجا نگاه میکنن اعمال ما رو، خبر دارن اونجا گواهی میدن، اونجا این بحث رو به هر حال به گونه دیگری مطرح میکنن. امام رضا علیه السلام وقتی دید این تعجب کرد، فرمود مگر قرآن نخوندی که فرموده قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اعمال شما به من عرضه میشه، من اینا رو همه رو میبینم. شخصی است از یاران امیرالمومنین علیه السلام به نام رمیله، ایشون میگفت من تب داشتم، مریض بودم، حالم خوب نبود، خیلی تب سنگینی داشتم، روز جمعه که شد حس کردم سبکتر شدم و تخفیفی پیدا کرده این تب من، گفتم برم نماز جمعه امیرالمومنین علیه السلام خطبه ها رو گوش بدم. معلومه که در زمان حکومت از امیر بوده که نماز جمعه اقامه میکردن. رمیله میگه من رفتم در بین خطبه های حضرت دیدم که تب عود کرد و خیلی حالم بد شد، اما به هر زوری بود خودم رو نگه داشتم و تحمل کردم. نماز که تموم شد پشت سر حضرت وقتی از مسجد اومدم بیرون، حضرت برگشت فرمود رمیله چی بود، به خودت میپیچیدی؟ گفتم آقا همین داستانی بود، تبی داشتم عود کرد. حضرت فرمود لیس من مؤمن یمرض الا مرضنا بمرضه، هیچ مؤمنی نیست که مریض بشه مگر اینکه ما هم مریض بشیم، تو ما هم تاثیر داره. ولا یحزن الا حزننا بحزنه، هیچ مؤمنی محزون نمیشه مگر اینکه ما هم محزون میشیم. ولا یدعو الا آمنا بدعائه، دعا نمیکنه مگر اینکه ما براش آمین میگیم. ولا یسکت الا دعونا له، و سکوت نمیکنه مگر اینکه ما براش دعا میکنیم. رمیله گفت آها این چیزی که فرمودی، این اشرافی که به مؤمنین دارید و حالات مؤمنین رو درک میکنید، این فقط مال اوناییست که تو شهر و دوروبر شما هستن؟ حضرت فرمود نه، لیس یغیب عنا مؤمن فی شرق الارض ولا غیرها، هیچ کسی در شرق و غرب عالم از دید ما پنهان نیست. اینقدر اشرافشون باید. این اشراف اگر این اشراف تو دنیا بوده طبیعتا بعد از رحلتشون این اشراف صد چندان میشه. این یک نوع اطلاع و اشراف هست که البته این مخصوص ائمه علیهم السلام و معصومین نیست، مؤمنینی که در درجات بالایی هستن اونا این اشراف رو دارن. مرحوم آقای محدث زاده فرزند محدث قمی، فرزند خباز قمی صادفاتی که آدم بسیار با تقوایی بود و شمه از پدرش رو به ارث برده بود تو تقوا، که مرحوم شهید مطهری باش خیلی دوست بود و چیزای عجیب ازشون نقل میکرد. ایشون بعضی از نقلیاتش که شهید مطهری هم نقل میکرده، چند سال قبل از انقلاب مرحوم شد،
آیه محدث زاده میگفتش که من یه مرتبه وضعیت مالیم خیلی خراب شده بود، طوری که پیش خودم فکر کردم که علاوه بر طلبگی که دارم تو یکی از ادارجات دولتی برم استخدام بشم و یه حقوقی بگیرم. زمان طاغوت میگه شب پدرم رو در خواب دیدم، محدث قومی، خیلی ناراحت و عصبانی. گفت هان علی آقا چی شده؟ آش خلی محدث زاده بود. علی آقا چی شده؟ دیگه امام حسین رو به اندازه یه رئیس اداره هم نمیدونی که تأمینت بکنه، خیال میکنی آقا به فکرت نیست؟ بعد یه پولی از جیبش در میاره تو همون عالم خواب، بگی این رو بگی زندگی تو تأمین کن. ایشون میگه من وقتی از خواب بلند شدم یه مدت کوتاهی که نگذشت وضعم به الحمدلله تغییری کرد، بهتر شد و دیگه احتیاجی پیدا نشد برم تو اون اداره. ولی پدرم اون اشرافی که به من داشت، فکر من رو که میخواستم برم یک اداره‌ای، تو خواب اومد نهی کرد و نهیب زد و بعدم یه کمکی داد که بعد تو دنیا هم به گونه حواله شد برام. چون میگم یه مرتبه من منبر رفته بودم، آقای محدث زاده میگم یه روایت خوندم بعد از منبر، یه آقای اومد گفتش که این روایتی که خوندید منبعش کجا بود؟ گفتم آقا یادم نیست. شب تو خواب پدرم گفتش که پسرم بی مطالعه منبر نرو، اون روایتی که خوندی مدرکش تو کتاب سفینت البهار من فلان صفحه هست. یعنی هم اشراف و هم یه راهنمایی ها و دنو تو یکی از بحثامون ان شاء الله اگه رسیدیم تو این جلسه اشاره میکنیم، به گونه میتونن در خواب بعضی از افراد که صلاحیت هایی داشته باشن به گونه میتونن بیان. اینو اگر ما تو اون قسم دوم ارتباط اموات بازی، ولی اومدن به خواب به معنی اشراف کامل اونها بر امور ما نیست. نه، همیشه این نیست. منتها افرادی که درجات بالای ایمانی رو دارن، اینها عرض کردم اشراف دارن و میتونن به گونه راهنمایی هایی بکنن و دستگیری بکنن، دستگیری هایی بکنن. البته این مال همه مؤمنین نیست که این اشراف رو داشته باشن، ترجمه فهمید. لذا ما اگر یادتون باشه تو جلسه قبل میگفتیم وقتی که تو برزخ بعضی از مؤمنین با هم ملاقات میکنن، کسی که تازه از دنیا رفته ازش میپرسن فلانی چطور بود، فلانی چطور بود. یعنی خودش خبر نداره، از اون تازه وارد میپرسه که فلانی که تو دنیا بود چطور بود، چون اشراف نداره. این اشراف مال همه مؤمنین نیست، مال اوناست که درجات بالایی دارن. این یک قسم ارتباط. قسم دوم ارتباط اموات با زنده ها ملاقات و سرزدنه، که معمولا این سوال میشه که آیا میتونن سر بزنن به بستگان، به بچه هاشون، کسانی که از دنیا رفتن. واقعش اصل سر زدن و ملاقات ما در روایات بسیار زیادی داریم که بله میتونن سر بزنن سر عالم خواب یا نه. حالا عرض میکنیم خدمتتون که به چه صورت اصل آمدن و سر زدنشون، این مسلم. اما اینکه چه جوری میان، کی میان، کیا میتونن و چه جوری میان، اینا جزئیات مسئله است که من دونه دونه مطرح میکنم. در رابطه با اینکه اینها در چه زمانی میان، چه وقتایی امواتی که از دنیا رفتن میان، در روایت ما هستش که به حسب همون درجه بندی که عرض کردیم، هر کی درجهش بالاتر باشه طبیعتا آزادتره، دستش بازتره در آمدن، و هرچی درجهش پایین تر باشه در آمدن برای سخت تره. اما از روایات برمیاد که حداقل قدر متیقنش اینه که هفته یک بار، حتی اونایی که درجات پایین رو، مؤمنینی که درجات پایین رو دارن، بهشون اجازه داده میشه روحشون میاد اجازه. بله، با بدن مثالی، روح با بدن مثالی به اون شهری که میخوان برن یا اون خونه یا به اون فردی که میخوان سر بزنن میان، و با بدن مثالی که حالا عرض میکنم به چه صورت نحوه آمدنشون به چه صورته، این هم عرض میکنم. پس زمان اومدن شون محدوده دیگه، الان دارم عرض میکنم که زمان آمدنشون حد اقل قدر متیقنش اینه که در هفته یک بار. خب ولی بعضی میتونن بیش از این باشه. من روایتی رو عرض بکنم، در کتاب کافی، فروع کافی جلد 3، مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود ان المؤمن لا يزور اهله، مؤمن میتونه زیارت و ملاقات بکنه اهل و فامیل و خانواده‌اش رو. فیرا ما یحب و یستر عنه ما یکره، اون چیزایی رو نشونش میدن که خوشایندش باشه، چون مؤمن تو بهشت به هر حال غم و اندوه و عذاب دیگه اونجا نمیخواد ناراحتش بکنه. بله، اون چیزایی که باعث کراهتش میشه ازش پوشونده میشه. خب اما و ان الکافر
کافرم لیزور و اهله، اونم گاهی موقع ها میتونن نشونش میدن، اما فیرا ما یکره، اون چیزایی که بدش میاد خوشایند، گاهی موقع اعمال صالح رو از خویشانش میبینه و حسرت بخوره که این اعمال صالح رو ای کاش من انجام میدادم.